امروز سالگرد یاد بود فاجعه حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به خاک آمریکاست که برخورد هواپیماهای روبوده شده توسط تروریست به سه نقطه در نیویورک ساختمان پنتاگون و در ایالت پنسیلوانیا بیش از سه هزار قربانی به جا گذاشت به همین مناسبت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بانوی اول آمریکا مایک پنس معاون رئیس جمهوری و جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز همراه با صدها هزار نفر از مقامات و مردم در سراسر آمریکا در مراسم سالگرد یادبود قربانیان این فاجعه ی حمله تروریستی شرکت و ادای احترام کردند. گزارش از شهر از بامداد امروز زنگ ها در آمریکا به یاد قربانیان فاجعه ی حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 به خاک آمریکا به صدا درآمدند. رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا امروز در مراسم یادبود جان باختگان این حملات در محل سقوط پرواز شماره 93 روبوده شده توسط تروریست ها در ایالت پنسیلوانیا حضور یافتند. رئیس جمهوری آمریکا تا سخنانی در این مراسم چنین گفت: آینده ای آمریکا توسط دشمنانمان نوشته نخواهد شد. آینده ای آمریکا توسط قهرمانانمان رقم خواهد خورد. تا زمانی که این یادمان برپاست و تنپرستان شجاع در زمانی که وطن به آنها نیاز داشته باشد به پا خواهند خواست. آنها از وطن دفاع خواهند کرد. 17 سال پیش مسافرین پرواز شماره 93 به جهان نشان دادند که هیچ نیرویی توان قلبه بر روحیه ای آمریکایی را ندارد. ما خاطره و میراس آنها را گرامی میداریم و از خدا میخواهیم که تا ابد روح آنها را جاودانه قرار دهد. سپاس و سپاس. از خانواده بازماندگان پرزیدنت ترامپ در بخش دیگری از سخران خود خطاب به خانواده های جان چنین گفت اشکایتان در تنهایی ریخته نخواهد شد تمامی کشور در غم شما شریک است ما شریک غم هر مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزند دختر و پسری هستیم که از عزیزانشان رو بوده شد. چه در برج های چه در پنتاگون چه در اینجا در مرزار در ایالت پنسیلوانیا ما به از خودگذشتگی آنها افتخار می کنیم و قول می دهیم که حتی یک وجب در برابر اقدامات شیطانی عقب نشینی نخواهیم کرد و هر آنچه در توان داریم برای مقابله با آنها به کار خواهیم گرفت تا آمریکا امن نگاه داشته شود به همین مناسبت مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و همسرش با حضور در محل پنتاگون به احترام جان باختگان این حملات گل نثار کردند و آقای پنس سخنرانی ایراد کرد من و همسرم با فروتنی در این مراسم به شما پیوستیم تا به وعده ای که در ورودی این زمین مقدس حک شده پاسخ دهم که ما هرگز آنچه را در این مکان در آن روز رویداد فراموش نخواهیم کرد. پرزیدنت ترامپ از من خواست با حضور در این مراسم به دین خود برای ادای احترام به جان باختگان 11 سپتامبر 2001 بپردازم و سپاس خود را به مردم آمریکا و کسانی که هر روز از آن زمان تا کنون برای بازسازی و تقویت و حفاظت از این کشور خدمت کردند ادا کنم. در مراسم جیم ماتیس وزیر دفاع امریکا نیز در سخنانی چنین گفت. من در این مکان مقدس به شما و به همه ای کسانی که در خط مقدم امداد رسانی خدمت کردند خیر مقدم میگویم و اجازه میخواهم به محترم ترین مهمانان یعنی خانواده های جانباختگان فاجعه 11 سپتامبر بگویم که اینجا در سایه باسازی پنتاگون ما همه بخشی از خانواده بزرگتر شما هستیم و هر روز به احترام جانباختگان و عزیزان شما در کنار تا میستیم. آقای متیس افسود هرچند که پلیدی در روز آفتابی 11 سپتامبر به سراغ ما آمد شهامت و قوت در مقابل دود و آتش در شهر نیویورک، پنسیلوانیا و در این مکان پاسخی به آن پلیدی بود. در شهر نیویورک نیز مراسم گسترده به یاد قربانیان حمله به ساختمان های دوگانه مرکز تجاری این شهر برگزار شد. در این مراسم بسیاری مقامات آمریکایی و خانواده های قربانیان حضور داشتند و از خاطره و یاد عزیزانشان سخن گفتند. شهلا رسته صدای آمریکا.